در این ویدیو آیه 159 از سوره مبارکه آل عمران رو می نویسیم. خب با کاف کوفی کلمه فتوکل رو می نویسیم. چه با خودکار، چه با قلم نی، وقتی کاف کوفی می نویسید باید یه خورده با طمأنینه بنویسید، وگرنه خب یه ذره خراب بشه دیگه این کلمه حالت زشتی پیدا می کنه. من همیشه به دوستان میگم یا کاف کوفی ننویسید، یا اگه می نویسید خیلی آهسته بنویسید. فتوکل علی الله. ما الان اینجا میتونیم علالله یش رو بکشیم، الله رو اینجا بگذاریم، اما این گزینه رو استفاده نمی کنیم. فتوکل علالله. ما اینجا گزینه ان الله داریم، خیلی نون کشیده وقتی الله میاد داخلش خیلی جذابه. یعنی بهترین گزینه هایی که من توی کشیده های خط نسخ خیلی میپسندم و وقتی پیش میاد استفاده میکنم همین نون کشیده ای هست که الله داخلش میاد. البته کلمه های دیگه هم توی نون میاد قشنگ میشه، ولی گفتم بهترینش که من خودم میپسندم این ان الله هستش. خب ان الله کلمه یوهب. شما اگر نیریزی خطش جلوتون باشه میبینید که ان الله رو اینجور ننوشته، با نون معمولی نوشته. اما این معنیش این نیست که نباید مینوشت. حالا که ننوشته معنیش این نیست که نباید استفاده کنیم. بالاخره ترکیبای متنوعی میشه زد. کلمه متوکلین رو میتونیم با کاف کوفی بنویسیم، میتونیم با کاف معمولی هم بنویسیم. با هر نوع کافی بنویسیم این قسمت آخرش ین ثابت، فرقی نداره و به این صورت نوشته میشه، که البته این نون کشیده هم میشه استفاده کرد. این آیهی که نوشتیم آیه 159 از سوره مبارکه آل عمران بود که ترجمهش هم حالا که تا اینجا نگاه کردید ترجمهش هم با دقت گوش کنید که خیلی مؤثر هست در فهم قرآن و در تدبر کردن. ترجمه رو براتون میخونم، دقت بفرمایید. اولا که این یک تکه‌ای هست از یک آیه، این خودش یه آیه کامل نیست. با این فراز شروع میشه که فبما رحمت من الله لنت لهم. بذارید من صفحه رو بیارم که ببینید. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. یعنی ای پیامبر، فقط به سبب رحمتی از سوی خداوند به آنان مهربان و نرم خو شدی، و اگر درشت خوی و سنگ دل بودی از پیرامونت پراکنده می شدند. لنفضوا من حولك فاعف عنهم. بنابراین از خطاکاران آنان درگذر و استغفر لهم، و برای آنان آمرزش بخواه و شاور هم فی الامر، و در کارها با آنان مشورت کن. فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. و چون تصمیم بر انجام کاری گرفتی و
بر خداوند توکل کن، زیرا خداوند متوکلین یعنی توکل کنندگان را دوست دارد. ترجمه که شنیدید ترجمه جناب استاد حسین انصاریان هست. توجه داشته باشید نسخه های مختلفی از ترجمه ایشان رو میتونید پیدا بکنید، ولی اون نسخه اصلی که خودشون نظارت کردن و چاپ بسیار خوب و شکیلی داره همین نسخه ای هست که شما مشاهده میکنید با ترجمه آبی رنگ با همین فونتی که میبینید. اگه به ترجمه ایشون علاقمند هستید بایستی از دارالعرفان، این آدرس من میگذارم که دیگه، از اینجا تهیه بکنید. من چندی پیش برای همین مؤسسه هم به صورت حضوری توی کتابخانه‌شون مطالبی بود نوشتم و هم اینکه دوباره برای یک سری عناوین دیگه یک تابلوهای تقریبا در ابعاد 1 متر میخواستن براشون انجام دادم. کار سنگینی بود ولی خب به فضل الهی انجامش دادیم و تحویلشون دادیم. خب این قرآن رو معرفی کردم، شماره‌هاش هم گذاشتم که عزیزانی که علاقمند هستن بتونن اینها رو تهیه کنن، چون برای بعضی از دوستان ممکنه سوال پیش بیاد. ببینید ممکنه در فضای مجازی بعضی بلاگرها، بعضی از افراد برای معرفی ها پولهای خیلی خوبی بگیرن، اما من کسانی که آشنا هستن میدونن که بسیار علاقمند به کتاب هستم و کتاب معرفی میکنم. اصلا یک فصلی در یوتیوب من، یک در واقع فهرست پخشی وجود داره تحت عنوان کتابخوانی و ترجمه آیات قرآن و این کارها رو انجام میدیم بدون اینکه بخوایم از کسی مبلغی دریافت بکنیم. هرچه تشخیص میدیم معرفی میکنیم. امیدوارم که این ویدیو برای شما عزیزان مفید واقع شده باشه.